هفته پیش با پخش سخنرانی یکی از نمایندگان مجلس درباره فولاد مبارک در سال 91، یعنی 10 سال پیش، گفتم که دست کم از سال 91 جیغ بعضی ها در رسانه ها و حتی مجلس در آمده بود که دزدی در فولاد مبارک رو جلوش بگیری. رسانه ها که تکلیفشون روشن، خبرنگار و روزنامه‌نگار اینا، مجلسی هم خب اونایی که به هر حال در این دزدی دستی نداشتن دادشون بلند شده بود دیگه. حالا من هم جای دیگه دست داشتن. به هر حال جلوشی که نگرفتن هیچ کمکم کردن به این ضرر هنگفتی که سهامداران بدبخت عدالت از این غارت بالایی ها نصیبشون شد. بذارین از خود گزارش تحقیق و تفحص مجلس بخونم. شرکت فولاد مبارکه در حالی که قابلیت سالانه بیش از 3 میلیون تن صادرات را داشته، اما به دلیل ناتوانی در تعامل مؤثر با ارکان حاکمیت جهت مجاب نمودن آنها به ضرورت صادرات، همچنین از دست رفتن بخشی از تولید بالقوه در طی دوره ذکر شده، حداقل 4 میلیون تن صادرات را از دست داده است. ارزش این حجم صادرات به قیمت امروز به بیش از 2 میلیارد دلار بالغ می شود. این شاید مهمترین نکته باشد در باز کردن گره نه فقط این دزدی باور نکردنی، بانبازی، پارتی بازی، راندخاری، هر چی میخواین اسمش بذارین، فساد ساختاری، هر چی. این نکته در گزارش 297 صفحه‌ای تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه یه نکته کلیدی است. میگه به دلیل ناتوانی در تعامل مؤثر با ارکان حاکمیت جهت مجاب نمودن آنها به ضرورت صادرات، باعث شده که بیش از 2 میلیارد دلار ضرر بخوره. این ناتوانی در تعامل مؤثر با ارکان حاکمیت، یعنی ناتوانی در تعامل مؤثر با نهادهای زیر نظر مستقیم رهبر، نهادهای حاکمیتی، ارکان حاکمیتی، اینا اسم رمز شرکتها و نهادهای زیر نظر مستقیم پیشواست. بنیادها، آستان قدس و معصومه و بقیه امام ها و امامزاده ها و ستاد اجرایی فرمان امام، اینا همه نهادها و ارکان حاکمیتی هست. زیر نظر خمینی. اینا نذاشتن فولاد مبارکه که 1/3 سهامدارش مردم بدبخت سهام عدالتن، از فرصت 2 میلیارد دلار صادرات استفاده کنن. چون خود این نهادهای حاکمیتی صادرات فولاد دارن. مجتمع عظیم فولاد جهان آرای خرمشهر تازه ترین مجتمع تولید فولاده که ستاد اجرایی فرمان امام خامنه ای را انداخته. سید مصطفی هاشمی، این سادات دو طرفه، اسمش سادات هستن، اسم و فامیلش از هر دو طرف، سید مصطفی سید هاشمی معاون ستاد اجرایی فرمان امام گفت امسال با آغاز صادرات محصولات مجتمع اعتان پارسیان سپر احتمالاً فولاد خرمشهر و پالایشگاه جاسک، میزان صادرات ما به 1.2 میلیارد دلار خواهد رسید و وارد باشگاه 1 میلیاردی ها خواهیم شد. این صحبت ایشون سال اول سال 1400 فرمودن. از یه طرف دزدی و اختلاس 3-4 میلیارد دلاری از سهامداران عدالت که عرض کردم مردم بدبختن در مجتمع فولاد مبارکه، از طرف دیگه جلوگیری از صادرات فولاد مبارکه که با حساب همه دزدی‌های انجام گرفته به هر حال بخشیش به سهامداران میرسه، به جاش صادرات امامانه از ستاد اجرایی تا ستاد اجرایی آقا بره تو باشگاه میلیارد دلاری ها.
مردم چه کارن؟ یادتون میاد دیگه مصباح یزدی رو، استاد خامنه ای. یا فولاد کاوه جنوب کیش که مال بنیاد مستضعفان، یکی دیگه از این نهادهای زیر نظر رهبر، با 230 میلیون یوروی کمک بانک صادرات در سال 99 این فولاد کاوه جنوب کیش سر پا شد. سال 86 ساخته شده بود، داشت برچیده میشد. سال 99 230 میلیون یورو بانک صادرات بهش کمک کرد، سر پا شد. در آذر 1400 دولت محرومان میاد بهش، همین دولت سید محرومان اومد بهش جایزه صادر کننده نمونه فولاد رو داد، مال بنیاد مستضعفان. ببینین این جنگ قدرت اقتصادی در واقع در همه ارکان حکومت جاری است، چون همه سهمشون رو میخوان از این سفره بگیرن. جنگ قدرت سیاسی چندان دیده نمیشه در جمهوری اسلامی و اصلا عملی نیست در ایران امروز. در هیچ حکومت فاشیستی جنگ قدرت سیاسی نمیتونه عملی باشه. یک پیشواست و همه گوش به فرمان او و معیار موفقیت در همین جنگ اقتصادی و رقابت‌های اقتصادی و دزدی‌ها و فسادها هم نزدیکی به همون پیشواست. این معیار همین عظیم‌زاده بود که هفته پیش که ویدیوش پخش کردم، مدیر عامل میگم عظیم‌زاده ببخشید عظیمیان، همین تزا عظیمیان مدیر عامل فولاد تا همین آذر 1400 پخش کردم، من سرباز ولایتم فلانم، آقا خامنه ای نمیدونم فلان، بهمان قاسم سلیمانی فلان، بعد بهشتی فلان است. معیار آقاست، بعدم این گند و بلا آورده که الان خود حکومت توش مونده که اصلا چرا ما منتشر کردیم این. تحقیق و تفحص و گزارششو از بنیاد مستضعفان و بنیادهای به اصطلاح حاکمیتی چه حسابرسی هست از کارکرد مجتمع‌های عظیم فولاد وابسته به ستاد اجرایی و بنیادهای زیر نظر پیشوا، مثلا بنیاد مستضعفان چه حسابرسی هست؟ حالا از فولاد یه بار رفتین تحقیق و تفحص کرد، از این بقیه چه حسابرسی؟ هیچ، هیچ. اگر در سراسر گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه یک قرارداد داخلی یا خارجی پیدا نمی شود که با رعایت تشریفات قانونی انجام شده باشه، مناقص مزایده واقعی گذاشته باشند، مگر در قراردادهای بنیادها با پیمانکارا که عمدتا سپاهی هم هستن، یا مثلا در قراردادهای شهرداری با قرارگاه خاتم سپاه پیدا میکنین که رعایت تشریفات قانونی واقعا شده باشه؟ تو اونا هم پیدا نمیکن. شفاف اصلا نیست. تو بیا رفیقم فلانم فامیلم باندم سهم آقارم که میدیم ستاد اجرایی رو، میگم الان اینا رو بذارین یکی دو تا دیگه از کلونخورای فولاد مبارکه رو که هفته پیش میگم نرسیدیم بگم، این پرونده رو فعلا اینجا ببندیم. محسن رضیعی، رضیلی نه رضیعی، محسن رضیعی معاون اقتصادی و مالی فولاد مبارکه، عظیمیان مدیر عامل و رضیعی معاون مالیش فقط از یک قلم کارمزد، یعنی مثلا پورسان دلالی، حدود 5 میلیون دلار خوردن. تو گزارش اومده در صفحات 59 60 و 61 گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارک. €900,000 و 13 میلیون درهم این آقایون به عنوان کارمزد معاملات خارجی دستشونه و درست مثل ماجرای بابک زنجانی میگن تحریم نمیذاره ما این پولا رو وارد ایران بکنیم.
تحریم برداشته بشه، اینا چی دارن بگن؟ این چی جوری؟ خب یه چیزی که میگن دیگه، این که آخوند که مثل گربه مرتضی علیه و دوروبری هاشون هر جوری به اندازیش بالا میگن چهار دست و پا میشنه زمین. یکی دیگه هم غلامرضا طاهری معاون سرمایه گذاری فولاد مبارکه است که توجه بفرمایید، ایشون تشریف میارن با پول فولاد مبارکه شرکت خصوصی هواپیمایی تأسیس میکنن. باور کنید صفحه 65 گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارک، در مرجع ثبت شرکت ها کل سهام هواپیمایی فراز جی به عنوان شرکتی خصوصی و به نام آقای غلامرضا طاهری معاون سرمایه گذاری و امور شرکت های فولاد مبارک ثبت شده است. این در حالی است که مبلغ 1470 میلیارد ریال مربوط به 35% نقدی از 4200 میلیارد ریال سرمایه اولیه به وسیله فولاد مبارکه تأمین شده است. لذا این امر به منزله تصاحب و برداشت غیرمجاز آقای غلامرضا طاهری به میزان 1470 میلیارد ریال از منابع این شرکت است. این بذاریم اول بگم کیا هستن دیگه تو این شرکت، بعد بگم این شخص کجاست هستن و چرا من برای نمونه به این موقعیت های راحت دزدی میرسن. داوود کشاورزیان، محمود مهرانپور، دو تا از مشاورای عظیمیان مدیر عامل اخیر سابق فولاد مبارکه و بانو مژگان نامداری، دوست نزدیک عظیمیان، اینا هم از مدیران فولاد مبارکه و هم دبیر هیئت مدیره هواپیمایی فراز جی، همون شرکت خصوصی هواپیمایی. ببینید این غلامرضا طاهری برای نمونه میخوام، چون بقیه رو هفته پیش گفتم دیگه، غلامرضا طاهری الان داره یعنی اصلا چیکار میکنه؟ از سال 95 ایشون، حالا ما گذشتش رو اصلا نمیریم، همین سال 95 که دارین میبینین این تغییرات در آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت گلدشت افشور است، شرکت سهامی خاص هم هست، اون اصلا خودشون تصمیم میگیرن میخورن میبرن فلان، هیچ کاری هم ندارن و سهام عام و اینا هم اصلا ندارن. شرکت کشت و صنعت گلدشت افشوره، شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 122 و شناسه ملی، به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ 28/5/99 تصمیمات ذیل اتخاذ شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال تا تاریخ 5/5401 به شرح ذیل انتخاب گردیدند. کیان اینا؟ مؤسسه بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام، فرمان حضرت امام ره، به شناسه ملی وارد شوید و آقای غلامرضا طاهری و خانم اعظم صدقی تعیین گردیدن. چی شد؟ 3 نفر اعضای هیئت مدیره در شرکت کشت و صنعت گلدشت افشوره، شرکت سهامی خاص. 3 نفر کیان؟ یکیشون حقوقیه، یعنی یه نماینده هست ازش که حالا هر کی رو ستاد اجرایی بنیاد برکت ببیشه حتما پسر مخبر مثلا، من نمیدونم اون اومده مثلا، مؤسسه بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام آقای غلامرضا طاهری، خانم اعظم صدقی. خب اون یکیشون که سرباز خالص و مخلص امام خامنه خودش اعلام کرده بود از ایمیان هست، این یکی هم که شریک بنیاد برکت، یعنی فاسدترین، شاید تا اونجایی که اعلام شده نمیگن که، فاسدترین بخش ستاد اجرایی فرمان امام که به مسائل بهداشت، بیماری و میدونید دیگه ماجرای 1 میلیارد دلاری که به بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام دادند که اختصاص بدهد به تولید واکسن و بعدم سرنوشت تولید واکسن برکت رو دیگه بارها گفتیم و میدانید دیگه، 1 میلیارد دلار
اینم که این وسط بعد وارد کردن واکسن های فایزر و غیره بعد از اینکه کلی مردند و با دستور آدم وارد کردن واکسن های خارجی توسط خامنه ای، این باز وارد کردن این افتاد دست بنیاد برکت اساسا و توزیع اینا در دست پسر مخبر چه رانتی بود و چقدر خوردن، اینا همه مربوط به بنیاد برکت. بعد میرین خب معلومه که ناراحت میشین که چرا گزارش ستاد اجرایی فرمان، گزارش ببخشید تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه پخش بیرونی شده، انتشار بیرونی پیدا کرده و رسانه ها دارن بهش میپردازن، چون روشن میشه اینجوری، چون یه آدمایی مثل من هستن میان میگن آقای خامنه اینا دست تو تو دست ایناست که این دوزیا داره میشه و این مردم هر روز بدبختر میشن. ای میان از عدالت فلان و بهمان. جمع‌بندی تخلفات ضررهای مالی که در دو سال و نیم 97 تا 1400 به سهامدارای فولاد مبارکه و به صنعت کشور زده شده، میبینید دیگه این دیگه در پایان گزارش از حدود 92 هزار میلیارد تومان بالای 918 هزار میلیارد ریال. هیئت تحقیق و تفحص مجلس میگوید ما گزارشمون فرستادیم به قوه قضاییه. قوه قضاییه هم مثلا حالا اومده چه میدونم میگه که ما یک دادگاه ویژه تشکیل میدیم برای رسیده به این. یادتونه موقعی که حکم مجازات سعید طوسی رو با هزار تخفیف پیشوایانه بالاخره صادر کردند، یکی دو تا قاضی شریف صادر کردند، پرونده دو سال تو کشوی اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران بایگانی شد. همین اسماعیلی که رئیس دفتر سید محرومان الان که رئیس جمهورا رئیس دفتر رئیسی، دو سال بایگانی شد، هیچکی نمیتونست بهش دست بزنه تا بالاخره مقدمات تبرئه کامل استاد صوت و لحن مجتبی خامنه ای و بقیه بچه ها رو صادر کرد. یادتونه؟ حالا زمین چینی هایی داره میشه که برنامه مشابه بتواند مسیر خودش رو طی بکنه. به این دلیل میگم که چند نمونه میارم خدمتتون. یکیش برای اینکه اگه بخوام دنبال کنم واقعا باید خامنه ای رو بگیرن. یکیش دوم شهریور ممیاسر طیب نیا، برادرزاده طیب نیا وزیر دولت روحانی که در دولت رئیسی شد مدیر عامل فولاد مبارکه، همه موارد گزارش تحقیق و تفحص مجلس رو رد کردن. ایشون خودش معاون مدیر عامل فولاد مبارکه بود در تمام سالهای 97 تا 400، یعنی در تمام طول دوره موضوع به تحقیق و تفحص. بعد ایشون در گفتگوی مطبوعاتی همین هفته پیش بیش از نیمی از 92 هزار میلیارد تومان رو اینجوری شستشو میدن، براتون میخونم. 54 هزار میلیارد تومانی که در این گزارش در قالب تخلف ذکر شده در راستای عمل به دستورالعمل‌های جاری کشور و وزارت سمت برای عرضه محصولات در بورس کالا بوده و موردی نیست که بتوانیم از آن به عنوان تخلف در فولاد مبارکه یاد کنیم. یعنی چی؟ به زبون آدمیزاد میگه فولاد دستورالعمل‌های جاری کشور و وزارت صنعت و معدن رو اجرا کرده، باید ممنوندارش هم باشین که مجری دستورات بالایی ها بوده. آجان 54 هزار میلیارد تومانی که گزارش تحقیق و تفحص میگه رانت بوده، آیا بوده یا گزارش مجلس دروغ میگه؟ اینو بگو. فولاد مبارکه ای که 20 هزار میلیارد تومان سود سالانشه مأمور بالایی ها بوده و معذور فقط. بالایا کیان که مسئول تخلف 54 هزار میلیارد تومانی در فولاد مبارکه بودند تا یه دو سال و نیم فقط؟ کیان؟
یا درباره قراردادهای رانتی و ترک تشریفات، همین مدیر عامل جدید مم یاسر و معاون پیشین میگوید. ارقام بزرگ دیگری در این گزارش به خریدهای فولاد مبارک مربوط است که در قالب ترک تشریفات، خرید سهام، خرید ساختمان و غیره بوده که ممکن است زمینی یا ساختمانی خریداری شده و در این جدول آمده بنان تخلف، اما از شرکت خارج نشده که و ما به ازای آن وجود دارد. یعنی چی کار داریم که از کی خریدیم، چی جوری خریدیم، با چه قیمتی دست به دست کردیم؟ خب خریدیم دیگه. همه این بحث، همین چگونگی خرید و فروش ها و دست به دست کردن هاست تو این ترک تشریفات قرارداد ها. همه پولشویی ها و شرکت های سوری همین جان، همین سر همین بحثن. اینو واقعا مم یاسر نمیفهمه. بعد در ادامه میفرمایند بخش عمده خریدهای بدون ترک تشریفات نیست، خرید مواد اولیه است که سازوکاری جز ترک تشریفات برای آن وجود ندارد. سازوکاری غیر از کار غیر قانونی وجود ندارد. چرا وجود ندارد؟ ترک تشریفات عرض کردم دیگه. یعنی چی؟ یعنی فقط بریم از چادر ملو گلگوهر سنگ آهن بخریم، معدن آهن دیگه‌ای وجود نداره. آمار رسمی شرکت فولاد کشور میگوید همین الان 469 معدن سنگ آهن فعال در ایران هست. بعد میگه راهی جز ترک تشریفات و برگزاری مناقصه نبوده، نباید مناقصه میذاشتیم، فقط باید از دو تا معدن که شبکه رانتی مدیریتیشون رو همین ماه گذشته تو برنامه افشا کردیم، باید فقط از اینا سنگ آهن میگرفتیم، تقی‌زاده و محمد پور و اینا. شنیدم افتادن زندانی هوا. واقعا که اینا چقدر پر رو تشریف دارن و همه مردم رو خیلی ببخشید کودن فرض میکنن و خودشون رو باهوش میگم کله رو آدم به کجا بکوبه. بعد از اظهارات مم یاسر در رد گزارش تحقیق و تفحص از فولاد، سران سه قوه جمهوری اسلامی هم پنجم شهریور در جلسه مشترکشون در این باره مصوب فرمودند بررسی گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی صرفاً در صلاحیت قوه قضاییه است و تا پیش از رسیدگی به این گزارش‌ها در محاکم صالح قضایی لازم است از گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای درباره آنها خودداری شود. رسانه‌ها درباره گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس نباید دیگه چیزی بگن. چرا؟ چون مردم روشن میشن. سانسور و باید نباید آخوندی حد و مرز و قاعده و قانون نداره.